مهمترین حرفی که من به جوانا به فرزندان خودم میگم اینه که اعتماد به نفس داشته باشید، از اشتباه کردن نترسید، نه هر کسی حق داره تجربه بکنه و با تجربه جلو بره. اصل و اساس انسانیت است، انسانیت رو قبول بکنید و بدون واهمه از اشتباه جلو برید، به خودتون متکی باشید، سعی نکنید که همیشه به پشت سر نگاه کنید. من از معدود افرادی هستم که معتقدم هر کس خودش زندگی رو باید تجربه کنه، تجربه هر کس فقط به درد خودش بخوره. روی پای خودتون واستید، اعتماد به نفس داشته باشید، برید جلو، نترسید. داستان تعریف کنم، داستان چند تا دوست، چند تا رفیق، نه یه داستان عاشقانه، رد یک داستان زنانه. حتی از نور ماشین پلیس یا کمیته ای که واسه یه دلخوشی جوونی کارش با به روزه، از هیچ کی کم نیار که با آتوی تو کسی بخواد سوء استفاده کنه و دلش واسه تو بسوزه. همه چیز یک ماجراست، تو ایران، تو جهان، تو هر فضا و مکان، تو اوهام زمستان، حبس نفس ها، جیغ ما ایرانیان، هورای جهانیان، تلویزیون، رادیو، سوتا و دست ها، نگاه ها، حادثه ها، خنده ها و گریه ها. جایزه نوبل باعث سربلندی و افتخار ما بود، اعدام عادلانه یه آدم قاتل باعث خوشحالی و انزجار ما بود. از اسم اخبار بدم میاد، چرا؟ چون با اون بوی خون میاد تو خونه ها، خبر بمبگذاری کربلا به دست افراد ناشناس، خبر ترور شدن ناجو و مردانه رهبر حماس، اخبار و جراید، صفحات و مطبوعات، صدای داد و بیداد و فریاد و هیجانات، مرد زندگی و از اینجور اتفاقات. به دستش رسید، همه با هم توجه می کنیم، صدام خونخوار هم دیگه دستگیر شد، آخش همه گی راحت شدیم. ولی نه، تو هیچ وقت راحت نیست، اتفاقا الانه که خوردی به پی سی، در به دری ناچیزی، بی اطلاع از همه چی، اون آدم بزرگی که فکر میکنی تو نیست. تو یکی از روزای سرد این زمان ترکی لرزید آوارگان بی پناه، دفنها و جسدها و چال شدنها، یه دفعه همه چی به هم ریخت، آسمون داشت روی سر بم میچرخید، ارگ بم با اون عظمتش تو چند ثانیه از هم پاشید، میشد حس وحشت تو چشم هر پیر و جوونی دید. بیشمی و رهایی، فراموشی، نگاه ما افتخار مملکت، 8 سال دفاع مقدس، جنگیدیم با شهامت، با رشادت، عشقمون به مملکت، افتخار این وطن، شهیدان مرد و زن، افتخار این خاکن، روحشان تو اوج غرور سربلند و بیباکن، نگاه بی بهانه برای یه جمع کودکانه، فریاد نسل من کشورها، دست در دست هم آرزوی نسل ما، گفتگوی تمدنها، گفتیم و فریاد زدیم از این زمونه، آره اما هیچ نگفتیم. رد یک داستان زنانه. واسه آزار و اذیت یه دختر 20 ساله، تعداد نقطه پسه، آره آره اندازه بود، ولی ما کرخونده بودیم، قدرت اون دختر مثل یه پسر واقعا نترس و با جبوزه بود. هر کدوم از بچه ها یه حرف تو دلشون بود، گوش کردیم، ولی حرف همه مردم ایران رو نمیتونیم گوش بدیم. هر کسی تو دلش یه غم بزرگ داره، یکی غم دوری کسی، یکی غم از دست دادن، یکی غم مریضی، یکی غم بی پولی، نداری، فراری، زندانی، فقر، ذلت، آوارگی، گشنگی و بی بهایی، یکی غم اعتیاد، یکی غم عشق، یکی غم رعد، برای اون جوون فقط یه مرد، ما هم غم خستگی، خستگی از شهر پردود و شلوغ و پردرد.
به در از این شهر، همه به فکر یک سفر تا سحر، با مشورت دادن نظر نفر به نفر. تو این سفر چند روزه با افتخار به این که اون دختر تو این بازی میسوزه، دخترک میخواست مثل یه مرد باشه، جلوی اتفاقات بزرگ هم کاملا قوی خون سرد باشه. تو آینه نگاه کرد، یه سرباز دید، رو اسم دختر اونش یه خط قرمز کشید و فریاد زد: اسمم از این به بعد باید باشه رد. رد رو توی مغزش حک کرد، رد یه مرد یه بی احساس و سرد، آماده یه نبرد براش بود دغدغه ای پر درد، پی سمر پر خطر وسط این جمع بزرگ، همه چی به هم ریخ. رد داستان ما دیگه نخندی، تلفن داشت تو دستش میلرزی، وزلت خبر فوت باباش شنید، نگران گریه کرد، اون پسر شد دختر، از پسر شدن چیزی دستگیرش نشده بود، دختر فیلم ما بود یه زن، نه یه رد بره نبرد. عاشق پسر شدن با خبر مرگ پدر، اون شد یه دختر بی خبر از بی احساس شدن برای پسر، متنفر از اسم رد. داستان بازی یک زن با یه خروار، پسر با جسارت در آخر اومان زن زن زن, زن.